14 مقصد از دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور سمنان بود. سید ابراهیم رئیسی صبح پنجشنبه 30 فروردین در سفر یک روزه به این استان رفت تا از پروژه‌هایی که از ابتدای دولت 13 تا کنون مصوب شده اند بازدید و چند پروژه تکمیل شده را رونمایی و افتتاح کند. رئیس جمهور در نخستین بازدید خود از پروژه‌های عمرانی سمنان، فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی شهید باکری این استان را افتتاح کرد و گفت: بیشترین درخواست از دولت مسئله آبرسانی و رفع تنش‌های آبی استان است که دولت برای حل آن هم برنامه دارد. نسبت به خط انتقال آب هم که مشکل برخی از شهرهای استان رو شما حل کردید، ایوان کی رو، آرادان رو و گرمسار رو و بعضی از روستاها رو، اینم که تشکر داره. من از همه دوستان و مدیران عزیز و کسانی که دست اندرکار بودن که هم آب شور، هم آب صنعت، هم آب کشاورزی تأمین بشه که صمیمانه از زحمات شما تشکر میکنم. طرح تکمیل آبرسانی به شهرستان گرمسار با هدف ارتقای کیفیت و پایداری آب شرب و نیروگاه تجدید پذیر خورشیدی و چند طرح صنعتی آب و فاضلاب و برق هم در شهرهای مختلف استان توسط رئیس جمهور یا وزرای همراه او در شهرهای مختلف به بهره برداری رسیدند. دولت 13 در سال 1400 یکی از برنامه‌ها و اولویت‌های کاری خود را رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال اعلام و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های متولی را مأمور شناسایی و رفع مشکلات واحد‌های تولید و صنعتی کشور کرد تا احیای ظرفیت بلا استفاده حدود 40% بخش تولید و صنعت کشور را اجرایی کنند. استان سمنان یکی از نقاط فعال در این زمینه بود و توانست در طول 2 گذشته بیش از 200 واحد تولیدی که به صورت 100% راکت شده بودند را به چرخه تولید برگرداند و در قدم‌هایی که در این راه برداشته شده، جشن احیای واحدهای فعال شده در این استان امروز با حضور رئیس جمهور در سمنان برگزار شد. با بازگشت 201 واحد راکت به چرخه تولید در استان سمنان در بخش‌های صنعتی و مدنی، کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی و خدمات بازرگانی با اعتباری حدود 101 میلیارد ریال برای بیش از 4500 نفر اشتغال ایجاد شده است. حالا بزرگترین کارخانه کاشی استان سمنان نمونه بارز این اتفاق مهم در حوزه صنعت کشور است که پس از 10 رکود با حمایت دولت 13 و دستگاه قضا به چرخه تولید برگشت. سید ابراهیم رئیسی در این جشن با اشاره به نامگذاری امسال با نام جهش تولید با مشارکت مردم تاکید کرد که یکی از بخش‌هایی که حتماً می‌تواند در تحقق شعار سال نقش داشته باشد، تعاونی‌هاست. او همچنین بر ضرورت حمایت از کارگران در مسیر تولید هم اشاره کرد. رئیس جمهور در سفر خود به استان سمنان در جمع مردم این استان هم سخنرانی کرد. او گفت: دشمن نمیخواست ما در کشور رشد تولید داشته باشیم، اما اتفاق افتاد. دشمن میخواست کارخانه های ما دچار رکود و تعطیلی شود، اما در سراسر کشور 8400 کارخانه و کارگاه به خط تولید بازگشت. سید ابراهیم رئیسی قرار است در ادامه سفر یک روزه خود به این استان بعد از ظهر امروز چند پروژه دیگر را در شهرهایی مانند شاهرود افتتاح کند.